خب با سلام مجدد خدمت عزیزان دوستداران خداوند عیسی مسیح. هفته پیش در مورد ایمان صحبت کردم و یادتون هست گفتم کلی نوشته ها دارم، شروعی بود. من فقط سری میخوام بگم با این آیه و ادامه خواهیم داد از ادامه ایمان و داستان ایمان. شاید این آیه عبرانیان باب 11 آیه 6 میتونه به نوعی محور باشه، فونداسیون باشه، ستونی باشه که ایمان و درس هامونو و پیغام هامونو رو این بذاریم و ادامه بدیم. چون که اشاره خواهم کرد چرا، یادتون هست بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خوشنود ساخت. بدون ایمان، تأکید. هفته گذشته میتونید تو کانال اینستای کلیسا هست نگاه بکنید چرا، ولی بدون ایمان نمیشه خدا را خوشنود ساخت. زیرا هر که به اون نزدیک میشود، مگه قرار نیست به اون نزدیک بشیم؟ مگه قرار نیست با او در ارتباط باشیم؟ خب ما که نمیتونستیم بریم، ما که نمیتونستیم بریم آسمان، او آمد میان ما، در جمع ما. ما نمیتونستیم بس نزدیک بشیم، ولی او در مسیح به ما نزدیک شد و ترس ها رو کنار گذاشت، ارتباط پیدا کرد، در آغوش گرفت، محبت کرد و بعد گفت من همون پدر هستم. پس بدون ایمان نمیشه، ولی اگه بخوایم به اون نزدیک بشیم و حالا که در آسمان مسیح به دست راست داره شفاعت میکنه، باید ایمان داشته باشیم که او هست و جویندگان خود را پاداش میدهد. او هست، او وجود داره. ما بگیم نیست، بسیاری میگن نیست، و در به نظر من بگم در لذت کاذب فریبنده بدون خدای خودشون دارن زندگی میکنند، میگن نیست. و چون نیست، خب ما کاری باش نداریم، جوابگویی هم نداریم، اصلا کاری باش نداریم، ما زندگی خودمو دارم میکنم. اما من سخنم با کسانی است که دنبال خدا هستند و مایانی که اسم ایماندار رومون هست. یادتون باشه اینا من کم کم دارم یاد میگیرم و تمرین میکنم. به کسی دیگه ای نمیگم بی ایمان، چون که ایمانی شاید متفاوتی داشته باشه. ما یه موقعی من هم مثل اونها غیر مسیحی رو، چون که در باورم میگفتم پس مسیحی ایماندار نیست، بی ایمانه. ولی الان نمیگم، الان میگم ایمانی غیر از ایمان من داره، ایمان به هر چیزی. ولی ما یادمون نرفته پیغام ما ایمان نجات بخشه، و ایمان نجات بخش یعنی ایمانی که میتونه زندگی ما رو عوض کنه، ایمانی که میتونه ما رو به آسمان برسونه، ایمانی که رو کلام خدا هست. پس ادامهش میخوام به چند رکن، شاید امروز یکی دو تاشو بتونم بگم و رو این پایه بذاریم که ایمان عهد جدیدی، مفهوم ایمان در عهد جدید که 428 بار اگه اشتباه نکنم، بله در عهد جدید 428 بار به کار رفته، این ایمان چه ایمانیه؟ این ایمان چرا اینقدر ما داریم جداش میکنیم؟ چرا اینقدر تأکید داریم ما میگیم نه همه راه ها به خدا ختم نمیشه، نه همه راه ها به روم ختم نمیشه، مثل اون مثال قدیمی، همه راه ها ما را به خدا نمیرسونن، چون که خدایان متفاوت است، چون که مذاهب متفاوت است، چون که تفکرات متفاوت است. ولی اگر به خدایی که خالق آسمان و زمینه، به خدایی که یهوه خداست، به خدایی که هستم آن که هستمه، به خدایی که این کلام راستی نشه و برای میلیونمین بار و تا آخر روز زندگی هم خواهم گفت فقط این کلام راستینه، کتاب مقدس، این خدا از هر طریقی نمیشه بهش نزدیک شد. هر کس نمیتونه که هر جور دوست داشت بگه من با خدا میخوام اینجوری نزدیک بشم، من به قول ایرانی ها حال میکنم اینجوری باش نزدیک بشم، من اینجوری عشق میکنم. نمیتونی، تو نمیتونی عشقی هر جور که دوست داشتی به خدا نزدیک بشی، اصلا تو نمیتونی طریقی بسازی که به خدا نزدیک بشی، اون طریق رو برات تعیین کرده. یادتون هست گفتم یه درسایی بود سالها پیش، من قبل از تولد تازم، سال 53 ایرانی
1970 و فکر کنم 4 میشه میلادی، یه سری درس رو گذروندم به اسم خدا یکی راه یکی. خدا یکی راه یکی، دیپلمش هم دارم هنوز، سال 1353. اگه خدا یکیه راهش هم یکیه. اگه خدای ما پدر آسمانی در مسیح آشکار کرده، برای همینه که مسیح جرأت میکنه در انجیل یوحنا باب 14 آیه 6 سریعا هم بگه من راه و راستی و حیات هستم. خب دیگری میگه من و طریق به خدا هستم، دیگری میگه خدا منو فرستاده، ولی مسیح یه جمله میگه هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمیاد. عزیزان در پرستش آیه خوندن، اعمال رسولان باب 4 آیه 12، و در زیر آسمان یعنی روی کره زمین بین ما انسان ها در این چند هزار سال تاریخ بشری هیچ اسم دیگری به ما داده نشده که بدان نجات پیدا کنیم. فریب هست، راه ها هست، ملکوت ها هست، خدایان هستن، خدایان طلایی، خدایان افسانه‌ای، خدایان رود نیل و موش و مار و نمیدونم گاو و و و و اله و عناوین و اسامی مختلف، ولی یک خداست که ثابت کرد خدای واحد حقیقی، در تثلیث خودش آشکار کرد، در عیسی مسیح آشکار شد و در این کلام. بنابراین وقتی ما صحبت از ایمان میکنیم، یعنی ایمان کتاب مقدسی، یعنی ایمان انجیلی، یعنی ایمانی که کتاب مقدس مسیحیان معرفی میکنه، مجبورم اینو تاکید کنم، ایمانی که فقط کتاب مقدس مسیحیان تعریف میکنه، نه هر ایمانی در هر کوچه بازاری. خب این ایمان فرقش چیه؟ این ایمان اعتماد و اعتقاد راسخ به کار خدا داره، به کاری که در تاریخ انجام شده، به کاری که واقعیه، به کاری که ثابت شده است، به کاری که میشه دید و محصول اون کار هست، و اون کار یعنی آمدن عیسی مسیح به زمین ما. من چرا انقدر این ایمان رو تاکید میکنم و ادامه خواهم داد، حتی برای مقدسی میخوام بگم، چون این ایمان وقتی جا بیفته، بذارید خیلی سریع بگم، اگر 100% باور کنیم که کتاب مقدس آنچه که میگه عیسی مسیح پسر خدا به دنیا آمد، عیسی مسیح پسر خدا از مریم باکره به دنیا آمد، عیسی مسیح پسر خدا 33 سال رو زمین زندگی کرد، آیات و معجزات انجام شد توسط او، عیسی مسیح به دست هیرودیس و پیلاتوس و رومی ها و یهودی ها بر صلیب کشته شد، عیسی مسیح دفن شد، عیسی مسیح قیام کرد، عیسی مسیح صعود کرد، اگر همه آنچه که این کلام به عنوان انجیل میگه درسته، بذارید جرات کنم بگم دیگر نباید به هیچ چیزی در مورد کلام خدا شک. میخوام بگم اگر این ایمان درسته، اگر این ستون درست گذاشتی، ایمانت روی یک نوشته یک شخص دیگه نیست، روی یک شعر قشنگی نیست، حتی روی یک شهادت یک برادری که میگه من مریض بودم، معتاد بودم، دیوزده بودم، اسیر بودم، نمیدونم فلان بودم، یه نفر برام دعا کرد نجات یافتم، حالا تو هم میتونی به عیسی ایمان بیاری. میتونم جرات کنم بگم این ایمان ایمان حقیقی نیست، چون ایمانت رو شهادت یه نفره، تجربه شخصی نیست، گفته یه نفر دیگه است، یکی اومده تو خیابون یه کتاب داده رفته و تو همین فقط میگی اون طرف شهادتی داد. پس چرا ایمان حقیقی باید مکاشفه و باید مطالعه باشه؟ چون رو این داره بنا میشه، رو ایمان حقیقت تاریخی، رو ایمانی که کسی نتونه از تو بدوسته. من بذارید چند تا نمونه ها از گفته های عیسی به شاگردان رو بگم. میدونید عیسی به شاگردان چندین بار توبیخ کرد به خاطر بی ایمانیشون. مسیح را میدیدند، مسیح داشت باشون حرف میزد، در حضور مسیح می دیدن مسیح معجزه می کرد، ولی هنوز اعتقاد پسر خدا بودن و وارد وجودشون هنوز نشده بود. مثلا در متی باب 4 آیه متی 14:31 وقتی پتروس رو آب راه میره و بعد شک میکنه،
مسیح دیوش چی میگه؟ ای کم ایمان چرا شک کردی؟ مسیح داره میگه ای کم ایمان چرا شک کردی؟ ما فکر میکنیم مسیح همیشه به همه گفت آفرین، شما عالی هستید، شما خوبید، شما نیکوید، اصلا نیاز به هیچی، اصلا من اشتباهی اومدم، اصلا شما همه تو پیامبرید، نیاز به من ندارید. نه، خیلی سریع روک میگفت این ای عزیز ایمان تو الان اشتباست، تو الان شک داری. چرا به من شک کردی؟ چون که فقط به ظواهر نگاه میکردن. پتروس دقایق قبل روی آب راه رفته بود، چند ثانیه بعد فریاد زد خداوند من رو نجات بده. اگر امروز مسیح به تو بگه ای کم ایمان چرا شک کرد، به زندگی که داری تو، به سوالاتت، به ابهاماتت، به نمیشن، به چه کنمت، چیکار میکنی؟ چون سوال اینه به کی اعتماد داری؟ ایمان تو رو چی بنا شده؟ ایمان تو رو چه حادثه ای هست؟ روی چه شناختی هست؟ ایمان تو شخصیه یا دست چندم از دیگران رسیده؟ ایمان تو به خاطر تعریف زندگی دیگران هست؟ داستان زن سامری رو یادتون هست؟ وقتی مسیح باش حرف زد، نبوت کرد، قانع شد که پسر خداست، مشیع موعوده، رفت به شهرشون به همه خبر داد. اومدن مسیح رو بردن تو خونهشون. باب 4 انجیل یوحنا و این تیکه خیلی قشنگه، میگه چند روز پیش اونا موند و دو روز در آنجا ماند. باب 4 انجیل یوحنا از آیه 40 میخونم. سامریان دو روز نگه داشتن. بسیاری دیگر به سبب شنیدن سخنانش ایمان آوردن. سامری هایی که میگفتن دیو زدن و خدا رو قبول ندارن و یهودی ها میگفتن اینا سگن، اینا میگفتن اینا سگن و همدیگر قبول نداشتند، این سامریان عیسی رو پذیرفتن. ایشان به آن زن میگفتن، حالا گوش بدید، دیگر تنها به خاطر تو، سخن تو ایمان نمی آوریم، زیرا خود سخنان او را شنیده ایم و می دانیم که این مرد براستی نجات دهنده عالم است. من دلم میخوام سوال کنم برادر خواهر من، از دیگران شنیدی، از کانال های کلیسایی شنیدی، از تلگرام شنیدی، از محبت شنیدی، از صد سون پارت شنیدی، دوستت گفته، خیلی ها گفتن، شهادت ها شنیدی. سوال من با توست، سوال من با تو برادر خواهرمه، آیا خود باور میکنی که عیسی به راستی نجات دهنده عالم است؟ آیا شخصا خودت، فردا برادر بارتون نیست، اصلا فردا بگم برادر بارتون لغزش کن بعد از 41 سال، آیا این عیسی سر جاشه؟ آیا عیسی نجات دهنده تو هم هست؟ نجات دهنده تو هم هست؟ اگر خادمی که تو رو تعمید داده، اگر کشیشی که در کانال هزاران فالوور داره، عیسی تو کیست؟ خداوند تو کیست؟ ایمان تو بر چیست؟ این ایمانه که شک توش نیست. در جای دیگری مسیح باز به شاگردان میگه، انجیل متی باب 17 آیه 17، وقتی شک میکنن و نمیتونن شفا بدن، میگه ای نسل بی ایمان و منحرف، تا به کی با شما باشم و تحملتون کنم؟ اگر امروز مسیح بود در دنیزلی با ما راه میرفت، تو خونه هامون بود، صداهای فریاد خلوت دل ما را میشنید که میشنوه، وقتی تنهاییم، وقتی حملات هست، وقتی فکرها هست، نگرانی ها هست، چیکار میکنیم؟ کیا زیر سوال میبریم؟ میدونید راحت ترین چیز چیه؟ دنیا رو زیر سوال ببریم، مقامات زیر سوال ببریم، شبانان زیر سوال ببریم، همسایه رو زیر سوال ببریم، همه رو زیر سوال ببریم جز خودمون. این اشتباه کرد، اون اشتباه کرد، این بی ایمانه، این بی محبته، این منو نرسید، این فلان کرد. یعنی همه اینها مانع ملاقات تو با خدا بودند؟ یعنی همه اینا باعث شدن خدا به تو گوش نده؟ چون پارتی بازیه؟ نه، این فریبه.
مسیح نگاه میکنه به قلب من و تو. چه چیزی مانع است خدا تو را ملاقات کنه؟ چه چیزی مانع است خدا محبتش رو به تو ثابت کنه؟ هیچی، ولی یک چیز: گناه، شک، بیمانی و نپذیرفتن و اعتماد نداشتن. بنابراین عیسی مسیح وقتی به شاگردانش گفت، دقت کنید، به شاگردان گفت ای نسل بی ایمان و منحرف، بعد گفتن چرا ما نتونستیم؟ جوابش همون باب 17 انجیل متی آیه 20: از اون رو که ایمانتان کم است. ما تصویری که دوست داریم از مسیح داشته باشیم، چه تصویرهایی که در عکس ها هست، همیشه یه بره تو بغلش، شبان نیکو، یا یه دره هست، یه بره داره میفته، مسیح دستش رو گراز کرده میاد. بله، دقیقا اینطوره. برای گم شده، برای رانده شده، برای طرد شده، برای کسی که نمیشناسه، مسیح دنبالشه. میگه من اومدم تا گوسفندانم رو پیدا کنم بیارم تو آغوش خانواده. ولی از من و تو که فرزندان هستیم، از من و تو که شناختمون درسته، این سوال میکنه ایمانت کجاست؟ پس ایمان به مفهوم عهد جدیدی یعنی اعتقاد راسخ، اعتقاد مستحکم، اعتقاد قوی، اعتقاد قلبی، اعتقاد خالصانه، ارتباط صمیمانه با نویسنده، فرستنده، گوینده و خالق این کلام که در عیسی مسیح و در روح القدس برای ما آشکار شده. پس جای دیگری دنبال عیسی نگرد. الان داری میشنوی، به ضربان قلبت، به درونت نگاه کن. روح القدس داره در درون با تو حرف میزنه و این سوال میکنه: تو واقعا به پسر خدا ایمان داری؟ مسیح اون کور مادرزاد شفا داد، از کنیسه بیرونش کردن، نیده بودنش، چون اون موقع که شفا داد کور بود. وقتی دوباره ظاهر شد بهش، گفت به پسر خدا ایمان داری؟ گفت نمیدونم چیه. گفت من همونم که با تو حرف میزنم. زانو زد، گفت بله ایمان دارم، قبلا شفا شدید. ولی بعد رو به رو دید، گفت ایمان دارم. امروز به چی ایمان داری؟ آیا از صمیم قلب اعتقاد کامل داری که خداوند نجات دهنده توست، صاحب توست؟ کلمه صاحب که میاد یکم یه جوری میشه، میگه مگه من وسیلم؟ مگه من بردم؟ بله، یادت نره من و تو قبلا برده و غلام گناه بودیم، کنیز گناه بودیم، شیطان ما رو خریده بود. ولی الان کلام خدا میگه با ایمان به عیسی مسیح او ما رو خریده. در قرنتیان میگه باب 6 آیات آخر: به قیمتی خریده شده اید. صاحب، اصلا کلمه خداوند یعنی چی؟ ارباب، صاحب، مالک. خداوند مالک ماست، ولی مالکی که چطور ما را خریده؟ با ضربات شلاق، با بیگاری، با سلول نگه داشتن، کتک زدن، با تهدید، با ترس؟ نه، او با دادن جانش ما را خریده. او خونش را ریخته، من و تو را خریده. با فشار اسلحه ایمان نیاوردیم. کسی نیامد گفت تو اگه میخوای بری بهش، باید به زور از این طریق غسل تعمید بگیری و بعد بری بهشت. بابا من نمیخوام. نمیتونی، نخواهی، باید بیای. من بعضی وقتا جملاتو میگم، خیلی ببخشید، بعضی زیاد خوششون نمیاد، ولی مجبورم بگم چون کلام خدا میگه. هیچ کس نمیتونه منت بذاره بگه من حالا انتخاب کردم عیسی خداوندم باشه، حالا ببینم، تصمیم بگیرم میخوام خداوندم باشه یا نه. میدونی من چی میگم؟ دلتم بخواد اون تو را انتخاب کنه و نجات بده. رحمت شامل حالت میشه، نجات ابدی شاملت میشه. منت میذاری که به خداوند ایمان آوردی؟ واو. برای همینه ما بعضی وقتا نمیدونیم به کی ایمان آوردیم. تازه دو قرتونی میمونم به قول قدیمی ها باقیه. حالا من ایمان آوردم، خداوند ببین من به تو احترام گذاشتم. من میتونستم آتئیست باشم، من میتونستم همون تو مذهب قبلی باشم، خیلی هم وضعم خوب بود. به من گفتم بیا تو فلان دین
این امکانات هم بهت میدن عزیز دل من. عیسی با دادن جانش من و تو رو خریده. ایمان به خداوندی که حیات بخشه، از عمق زلالت بالا کشیده، از لعنت مرگ و گناه آزاد کرده. تازه ما داریم بهش فخر میشونیم، میفروشیم که حالا من اومدم منت گذاشتم، مسیحی شدم، به جواب دادم. میدونید این چی داره میگه؟ هنوز رو نشناختم، هنوز گناه هم رو نشناختم. خیلی 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 ببخشید، جرأت میکنم بگم هنوز تولد تازه رو نفهمیدم. برای همین اگر این ایمان به این قدرته، به این استحکامه، به این فونداسیون درسته، روی این کلامه، این خداونده، این ارتباطه، تو این ایمان رشد ایمان هست، نگرانی ها هست، ترسا هست، ولی رشد هست. میتونی فریاد بزنی خدایا کجایی؟ داره میشنوه، ولی میگه عزیز رفتم اون ور که یکم باور کنی من هستم، همش هی دستتو نگیرم، این تکون بخور، من هستم. دقایقی بیشتر نمونده و داستان من طولانیه، ولی میخوام با این قسمت ادامه بدم که انجیل ما ایمان به خداوندیست. بذارید یه آیه، یک دو تا آیه براتون بخونم از رومیان باب 1 آیه 16 و 17. میگه زیرا از انجیل سرفکنده نیستم، چرا که قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. پولس داره میگه قدرت خدا برای نجات، برای انجیل، برای عیسی پسر خدا، نخست یهود و سپس یونانی، چون اون موقع میشدن یهودیان و امتها، یعنی غیر یهودی. امروز همه ما غیر یهودی هستیم، ولی نجات مال همه ما هست. و این نجات که عدالت از خداست برای ما به ظهور رسیده، از آغاز تا به انجام آیه 17، از آغاز تا به انجام بر پایه ایمان است. چی دیگه نیست، پایش ایمانه. ایمان چی؟ عیسی مسیح خداوند زنده. چون که میگه عادل به ایمان زیست خواهد کرد. من شخصا کلمه پارسا رو زیاد کیف نمی کنم، برای این واژه رو میگم عادل و باور منم عادله. عادل به ایمان زیست خواهد کرد. در عهد عتیق هم حبقوق اینو میگفت، عادل به ایمان، نگفت عادل به تقوای خیش، نگفت عادل به ریاضت خیش، نگفت عادل به عبادت خیش، عادل به ایمان. ایمان به کی؟ خداوند عیسی مسیح نجات دهنده. پس مفهوم عهد جدیدی ایمان بر روی این اعتقاد راسخ مسیح از باکره متولد شده، مصلوب قیام کرده، خداوند شخصی. برادر و خواهر عزیز دینی من، یعنی کسی که مؤمن به عیسی مسیح هستی، کسی که باور میکنی عیسی خداوندته، یه سوال سخت تو این هفته میخواییم با هم پیگیری کنیم. وقتی میگیم عیسی خداوند منه، یعنی خداوند چه قسمت هایی از زندگی منه؟ خداوند چه اعمال منه؟ خداوند چه افکار منه؟ میتونیم این هفته فکر کنیم خداوند یعنی چی؟ و یکم بریم مرور کنیم ببینیم اگر میگیم خداوند منه، آیا بدون اجازه خداوند میشه هر کار انجام داد؟ و آیا خداوند برای ما فکر میکنه، نقشه صلاحی برای ما داره، یا فقط دیکتاتور؟ این چه خداوندیه که من مجبورم ازش اطاعت و پیروی کنم؟ این خداوند برای من چه کار کرده؟ این خداوند چه انتظاراتی از من داره؟ من به کی ایمان آوردم؟ میخوام این هفته تا هفته بعد که ادامه خواهیم داد، این چالش را هر کدوم از ما در ذهن و فکرمون داشته باشیم. آیا من باور میکنم عیسی پسر خدا نجات دهنده من است؟ آیا من باور میکنم که او منو خریده؟ آیا ایمان من همینه که عبرانیان 11:6 میگه، برای اینکه او هست و جویندگان خود را پاداش میدهند؟ این ایمان یعنی نجات، یعنی حیات جاودان. این ایمانی که از طلا گرانبهاتر است. الان طلا، سکه طلا فکر کنم از 10 میلیون گذشت، نه؟ 10 میلیون گذشت.
چون طلا طلاست، طلا طلاست، یعنی سنگ نیست، یعنی از آتش عبور کرده و آنچه که در زندگی ما اتفاق میفته اجازه خداست تا ناخالصی ها از زندگی ما کنار بره، آتش الهی ما را تقدیس کنه، ایمان حقیقی بمونه. فکر کنم یک دقیقه و نیم بیشتر وقت نداریم، پس میخوام فقط اینو یادآوری بکنم. یادتون هست هفته پیش گفتم چهار انجیل رو بخونید، این هفته هم این کار رو بکنید، بالاخص بالاخص انجیل یوحنا رو که این خداوند رو بیشتر بشناسیم. تو هفته بعد که میاییم دوباره ادامه خواهیم داد. من میخوام عجله ندارم زود برم جلو، عجله ندارم خیلی چیزا بگم، بلکه میخوام روح القدس کمک کنه آن چیزی رو که میگیم بفهمیم و زندگی کنیم. پس تکلیف این هفته اینه: یک، انجیل یوحنا رو بخونیم. دو، مرور کنیم عیسی خداوند منه یعنی چی، من چقدر او را میشناسم. دعا کنیم با هم. پدر به نام عیسی مسیح ممنونم برای کلام زنده تو، برای ایمان راسخ به پسر تو و کلام جاودانی. روح القدس دعا میکنم چشمان دل من و ما را باز کنی، حقایق کلام تو برای ما آشکار بشه، عیسی برای ما آشکار بشه، خداوند مسیح عیسی برای ما آشکار بشه، پسر خدا و کلام تو در انجیل یوحنا دل و جان و وجود و ایمان ما را دگرگون سازد، استحکام ببخشد و باور کنیم و یقین بداریم و زندگی کنیم بر طبق این اعتقاد. فراوانی تو بر همه ما باشد و بماند به قدرت، لیاقت و اعتبار ناب خداوند عیسی مسیح. آمین.